هرچه بزرگتر می شدم، پدر بزرگم تأثیر خیلی زیادی روی علاقمندی من به وارد شدن در اختراعات داشت. اون یه متخصص موشک در برنامه های آپولو بود و اون واقعا در مورد اینکه هر چیزی چطور کار میکنه کنجکاو بود. فکر میکنم اون کنجکاوی خودش رو به من منتقل کرد. من وقتی که حدود 7 سال داشتم شروع به اختراع کردم. همیشه موضوعات مختلف مطرح در جهان در خانواده ما مورد بحث بود. هنگامی که در سال 2011 در سومالی قحطی اومده بود، بسیاری از والدین همراه با فرزندانشون از خونه‌هاشون فرار می‌کردن و برای ماه‌ها به مرکز پناهندگی می‌رفتن و متأسفانه خیلی از بچه‌ها به حال خودشون رها می‌شدن تا بمیرن، فقط به خاطر اینکه والدین نمی‌تونستن این راه‌های طولانی اونها رو به خودشون ببرن. اگه راهی رو برای حمل بچه‌ها به اونها می‌دادی، احتمالاً این کار اون بچه‌ها رو نجات می‌داد. بعد من دیدم که سرخپوست‌های آمریکایی از وسیله ساده‌ای به نام ترابوا استفاده می‌کردند و به نظر می‌رسید ترابوا یک راه حل کاملی برای این مشکل هستش. بعد از 7 ماه طرح آزمایشی من ترابوا رو طراحی کردم که تقریباً همش از چوب نی و الزامات دیگه‌ای که در آفریقا به سادگی یافت می‌شد بود. من شاهد یک رقابت شگفت‌انگیز برای به دست آوردن امتیاز مخترع اسمیتسون بودم. الکسی بعد از تلاش‌هایی که کرد تونست ترابوا رو اختراع کنه. بعد از دستبندی خودش او حق انحصاری اون رو با پرداخت تمام هزینه به دست آورد. مشکل بعدی که من تصمیم گرفتم از عهده اون بر بیام ابداع وسیله‌ای بود که بتونه هوای بدون دود رو برای تنفس عبور بده. وقتی که شما با افرادی که در طبقه دوم ساختمانی که در حال سوختن روبرو میشید، فرصت کافی ندارید و در اون لحظه شما اصلاً قادر به کمک سری نیستید. یک ماسک ضد دود شما رو در برابر اون حفظ میکنه. اما مشکل دیگه اینه که راهی برای رفتن به بالا نیست. ماسک اضطراری از یک حفاظ دو قسمتی شبیه توپ فوتبال تشکیل میشه. طراحی اجزای این ماسک به طور مشخص پروسه پرچالشی بود. در حین کار اون رو نزد آتش‌نشان‌های محلی بردیم تا اینکه مامورین آتش‌نشانی دقت انواع نمونه‌ها رو چک کنن که کدوم بهتره و اینکه ببینن آیا ایده‌ای واقعی هست که عملاً بتونن اون رو در صحنه به کار بگیرن. با کمک یک چاپگر سبودی من تونستم ظرف چند ساعت از یک تصور به یک وسیله بسیار واقعی برسم. من فکر میکنم اون علاقمنده که مشکلات جامعه ما و مردم ما رو پیدا کنه، نه فقط برای اینجا بلکه برای همه جهان. و میدونین ایده ابداع چنین چیزهایی و پیدا کردن راه حل برای اونها که بتونه در عمل کارآمد باشه کار سختیه. فکر میکنم بسیار عالیه که ما فردی مانند الکسیس رو اینجا داریم. اینجا محلیه که ما کودکان رو از 6 تا 12 ساله نیز وارد می‌کنیم. بنابراین دیدن افرادی مثل این در میان اونها می‌تونه آرزوهای ما رو محقق کنه. من واقعاً هیجان زدم از اینکه تصویر اختراع خودم رو اینجا می‌بینم. الان من امید دارم که یک کودک بتونه شروع نقطه‌ای باشه تا ببینیم کودکان هم می‌تونن اختراع کنن. بسیار مهمه که ما فرصت‌هایی رو برای جوان‌ها ایجاد کنیم تا اختراع کنند. بنابراین در یک سطح محلی من تلاش کردم این پیام رو بفرستم که اختراع میتونه ساده بشه. توانایی یه نوع بشر که بچه‌ها هم میتونن انجام بدن. در حیطه کارم من تلاش میکنم به همه بچه‌ها در سراسر کشور بگم که میتونن اختراع کنن. با ایجاد بخش کوچکی برای اختراع در مدرسه به نام اختراع 101. من امیدوارم کاری رو برای اینها بکنم که پدر بزرگم برای من انجام داد. انتقال احساس نوآوری و اختراع و القای این روح به نسل بعدی که علاقه من باشه. On to me.